بونو غفار بسیار زیاد خوش آمدین. فکر میکنین که هدف از انتقاد رئیس جمهور کرزی از آغاز دوباره حمله های هوایی امریکا بر طالبان چی است؟ خب با درود، ما باید تیره فراموش نکنیم و مردم ما یک بار دیگه برگرده به 14 سال گذشته و از آفزیشان امید است که پاک نشده باشه که چی دوران ده حاکمیت کرزی نداشتیم و ایره فراموش نکنه که کرزی خودش یک دلقک امریکاست که 15 سال تمام سرپنجی امریکا در این کشور حکمرانی کرد و کشور ما را در قد یا وطن عزیز ما را ببینیم که ده فساد، در حاکمیت مافیا، در چور و چپاول، در مواد مخدر، تروریسم، ستم بر زنا و صدها مورد دیگه در صدر یا در فهرست کشورها در جهان قرار داد. و امروز از امو سیاست های ضد ملی و خائنانی کرزی است که سیل از جوانان ما میبینیم که دوباره میره به طرف معتاد شدن یا به خیلی معتادا میپیونده و به خاطر امی که امنیت درست نداریم که او هم میراث امو دور کرزی است و از فقر و بیکاری که امو میراث دوری کرزی است جوانای ما فرار میکنه به کشور که تومی نهنگ ها میشن. 15 سال تمام به امر کاخ سفید حاکمیت نکرد، برنامه های کاخ سفید پیش نبود. من میایم یک لحظه، کاش امونا رو افشا کنه که 15 سال تمام دقیقت تحت سلطه از حکم روایی کرد و برنامه های زور پیش بردم رو جرات افشای زور نداره. البته بارها بازی موش پیشک انجام ده گذشته هم داده، وقتی که زیاد مردم او را دولت پوشالی میگفت یا شاشجای سالس میگفت یا از قبیل گپا که معلوم بود که یک چهره دقیقت پوشالی و یک مزدور امریکا و دقیقت کشورها اشغالگر هستن، باز دقیقتی بازی های موش پیشک شروع میکرد و یا بگفتی مردم هم جنگ های زناشویی و زرگری رو میکرد که اصلا خنداور بود به مردم افغانستان. امروز هم ببینین امی گاو بارگایی که در سرک وزارت خارجه به خود جور کرده از دلار امریکاست. تمام مدال های محترم و مهم دولتی را به این مقامات امریکایی تقدیم نمیکرد. اول به سینی بوش زد. چه زمان به سینی بوش این مقام دولتی را زد؟ زمانی که یک ژورنالیست با وجدان، میهندوست و صادق عراقی دقیقاً جوری بوت خود در سینی بوش میزنه و این کرزی است که باز ما میبینیم که در سینی مقامات چه رقم خلاصه مقامات امریکایی میزنه. کاش این مدال ها را به قهرمان های افغانستان میدادیم. من میگم انمی خود کرزی نبود، امروز از مبارزه با تروریسم گپ میزنه، امروز از مذاکرات صلح دگه و دگه گپ میزنه. بزرگترین رهبرای طالبان را از زندان رها نکرد. امی امریکا که امروز از عملات هوایی علی طالب گپ میزنه، از زندان های گوانتانامو کلای متفکر یا دقیقاً کلانای طالبان را رها نکرد که دوباره در افغانستان هر روز انتحار انفجار روان میکنه. اینا تمامش پلان شده است و اینا به خاطر است که میخواهد دوباره به این شخصیت متنفر که بین مردم منفور شده و یک شخصیت خائن و ضد ملی بین مردم است. چرا شاه شجاع سالس میگن؟ از خاطر نوکری شاه شجاع سالس میگه. هر چقدر کوره ملی به تراش پیش مردم، اونوز هم شاه شجاع سالس گفته میشه. به این خاطر ملی میتراشن که اگر احیانا امریکا بخواهد دوباره او را در افغانستان بیاره، حداقل مورد قبول مردم تا حد قرار بگیره با سیاست های خود. من میگم امروز دمی حکومت وحشت ملی دست کرزی بالاتر از دست اشرف غنی است. با تمام آرگاه و بارگاه و ایشنوش که در قصر کمنای فامو سپیدار است دیگه است، دو کدام چیز دیگه با سیاه‌سفید است هر چی است، ما نباید حقایق پنهان کنیم. مردم افغانستان باید بفهمه که افغانستان یک کشور اشغال شده است و امریکاست که تعیین کننده است و این وکرایش چی کرزی بوده، چی غنی و چی عبدالله و چی دیگه و دیگیش که میآید هر روز سر سرنوشت مردم ما بازی کرده میره. همین رقم که دیدیم که اینا از دو دهه خون و خیانت تنظیما را میخواست که مکمل از تاریخ پس کنه و اولاد ما رو فراموش کنه، میخوان که 15 سال گذشته از 2001 تا امروز هم با فراموشی مردم بسپاره و اون رو به یک دوری طلایی افغانستان بشماره که در قد زنا آزادی پیدا کرده، دموکراسی آمد، حقوق بشر بوده، دگو دگه بود. من میگم نه، مردم ما باید بفهمه که زیر نام این مقوله های زیبا خیانت به حقشان صورت گرفته. تشکر، سپاسگزارم از حضورتان بانو سیله غفار.